سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه قسمت دیگه از برنامه نقل و انتقالات فوتبالی. یک شنبه دیگه فرا رسید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا صحبت بکنیم در رابطه با نقل و انتقالات فوتبال کشورمون. اتفاقات زیادی افتاده در طی این مدتی که از پنجره نقل و انتقالاتی گذشته و در روزهای اخیر به خصوص این پنجشنبه جمعه که ما در خدمت شما نبودیم هم شاید یه سری اتفاقات جدید بودیم و کلا باشگاه منتظر بودن. حالا ما 4-5 روز برنامه داشتیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. به محض اینکه 2 روز تعطیل بود و برنامه نداشتیم، خب یه اتفاق مهم رقم خورد و باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از مدعیای اصلی فصل جدید لیگ برتر کشورمون و تیمی که قرار هست در لیگ نخبگان هم حضور داشته باشه، یه دروازه‌بان جذب کرد که حتما در موردش صحبت می‌کنیم. همینطور امروز اختصاص داره به باشگاه‌های استقلال خوزستان و فولاد، دو تا از تیمای خوب شهرستانمون، مخصوصا فولاد که این فصل با یحیی گل محمدی به نظر میسه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه برخلاف فصل گذشته که خب واقعا شرایط خوبی نداشتن و یه جورایی با شانس و اقبال و اون اتفاقات هفته‌های پایانی تونستن خودشون رو توی لیگ نگه دارن و خوشبختانه این تیم پرهوادار در این فصل توی لیگ برتر حضور داره. در رابطه با همه این مسائل صحبت خواهیم کرد در زمانی که باقی مونده از برنامه و حالا فرصتی که امروز در اختیارمون هست. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. ابتدا هم بریم سراغ محمد زمانی عزیز، خبرنگار فوتبالی، تا در رابطه با باشگاه پرسپولیس برامون صحبت بکنه، خریدی که این باشگاه انجام داده و این که حالا بعد انتظار چه چیزهایی رو در روزهای آتی داشته باشیم در باشگاه پرسپولیس و اینکه شاید چه اتفاقاتی خواهیم بود. بریم سراغ محمد زمانی عزیز و ویدیویی که برامون آماده کرده، برمیگردیم. شما بخواهید. سلام، وقت بخیر خدمت مخاطبین محترم پایگاه خبری فوتبالی. بالاخره الکسیس گاندوز، گلر الجزائری، به پرسپولیس ملحق شد در تاریخ 12 مرداد 1403. در ساعت 1:26 بامداد با پرسپولیس قرارداد امضا کرد. قرارداد 3 ساله امضا کرده با باشگاه پرسپولیس و قرار 3 فصل در خدمت باشگاه پرسپولیس باشه. گلر 28 ساله و 1.91 متر الجزایری که سابقه بازی در تیم سنت آتیان فرانسه رو داره که 25 بازی در این تیم انجام داده، به صورت قرضی به تیم پر رفته، 53 بازی در این باشگاه تونسته بازی کنه. باشگاه بعدیش اتحاد الجزایر بوده که 23 بازی برای تیم انجام داده و در نهایت به تیم شباب بلوز داده الجزایر رفته، 47 بازی برای این تیم انجام داده و توانسته که 19 کلینشیت برای این تیم داشته باشه فصل گذشته. با یه آمار خوب و قابل توجه به باشگاه پرسپولیس اومده. گلر جوون که خیلی جوون نیست، 28 ساله است، ولی میتونه جا داشته باشه در پرسپولیس، ایفای نقش کنه، بازی خیلی خوبی انجام بده و در ذهن هوادار پرسپولیس باقی بمونه. این گلر جایگزین علیرضا بیرانوندی شده که سالهای سال خیال پرسپولیسی را دروازه راحت کرده بود. همه خیالشون راحت بود که علیرضا بیرانوند در اون دروازه است. الحق و بلنصاف هم آمار خوبی در باشگاه پرسپولیس داشته و انصافا گلر خوبی بوده. حواشیشو بذاریم کنار، انصافا گلر خوبی بوده. رفت یه تایم اروپا، 2 فصل در اروپا بود، نتونست موفق باشه، برگشت به باشگاه پرسپولیس با قهرمانی در لیگ و در جام حذفی به همراه یحیی گل محمدی و دیگر بازیکنان پرسپولیس. فصل گذشته تونست در لیگ برتر در کنار بازیکنان پرسپولیس و عثمان سرمربی پرسپولیس قهرمان بشه و این کار گلر جدید پرسپولیس سخت خواهد کرد که توقع هواداران الان بیش از حده، چون علیرضا بیرانوند در این دروازه بوده. بعد ببینیم در نهایت الکسیس گاندوز چه شرایطی خواهد داشت. 3 ساله قرارداد بسته با باشگاه پرسپولیس با تایید خود آقای گاریگا هم بوده اومدنشون به باشگاه پرسپولیس. پرسپولیس قبلا دروازه‌بان خارجی داشته، ولی دروازه‌بان خارجی که فیکس باشه در چارچوب دروازه تیم پرسپولیس در فصل گذشته یه گلر برزیلی داشت پرسپولیس به نام نیلسون کوریا که محبوب هواداره پرسپولیس هم بود، هواداره پرسپولیس دوستش داشتن، گلر خوبی بود و
فصل بعدش از پرسپولیس جدا شد، رادوشویچ داشتیم، گلرهای دیگه ای داشتیم ولی گلر فیکس نبودن. ولی ظاهرا الکسیس کاندوز قرار شماره یک پرسپولیس باشه. الان پرسپولیسیا نگران گلر ذخیره هستن. فصل گذشته امیررضا رفیعی رو داشتن که گلر خوبی هم بود، جوون بود، ولی کامل بهش بازی نرسید. در 5 بازی خودش نشون داد، گلر خوبی بود، ولی باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. پرسپولیس بازیکن دیگه هم تونسته جذب کنه، فرشاد احمدزاده که قبلا در پرسپولیس سابقه بازی داشته تونست به پرسپولیس برگرده، در تیم سپاهان اومده. علی علیپوری که سابقه بازی در باشگاه پرسپولیس داشته، بازیکن خوبی هم بوده، مهاجم خوبی بوده، و دوباره این فصل برگشته به پرسپولیس. و ایوب املود بازیکن خارجی که اومده در این یکی دوتا بازی دوستانه که پرسپولیس قبل از فصل داشته ظاهرا خوب خودشون نشون داده. بعد ببینیم در نهایت در فصل 1403-1404 پرسپولیس با این بازیکنان چه نتیجه خواهد گرفت. با ما همراه باشید. خب خیلی متشکرم از محمد زمانی عزیز بابت توضیحاتی که ارائه داد در رابطه با باشگاه پرسپولیس و وضعیت این تیم. دروازه‌بان جدیدی که جذب کردن الکسیس گندوز، حالا فکر میکنم اسمه صحیح این بازیکن هست. بعد یه مقدار حالا بگذره بازی شروع بشه، کم کم همه برن تحقیق بکنن در رابطه با اسم دروازه‌بان جدید پرسپولیس که تلفظ صحیح چه شکلیه. ولی فکر میکنم حالا با توجه به اینکه یه بازیکن داریم گندوزی تو آرسنال هم بازی میکرد و حضور داشت، بعدم هرتا برلین فکر کنم رفت، این بازیکن هم حالا احتمالاً اسمش گندوز باشه. به هر حال یه دروازه‌بان احتمالاً خیلی خوب باشگاه پرسپولیس جذب کرده. باید صبر کنیم و ببینیم که عملکرد او در طول فصل به چه شکل خواهد بود و آیا میتونه این دروازه‌بان واقعاً در سطح انتظارات ظاهر بشه یا نه. این نکته هم وجود داره که به هر حال با از دست دادن علیرضا بیرانوند انتظارات زیادی از مدیریت باشگاه پرسپولیس میرفت برای پر کردن جای خالی این دروازه‌بان، و امیدواریم که نتیجه خوبی داشته باشه این خرید برای پرسپولیس. اما از پرسپولیس بگذریم و بریم سراغ دو تا از تیم‌های شهرستانی خیلی خوب کشورمون که خوشبختانه توی لیگ امسال استان خوزستان دو تا نماینده خوب داره و می‌خوایم در رابطه با اونها هم صحبت بکنیم، مخصوصا فولاد خوزستانی که یحیی گل محمدی رو جذب کرده و این سرمربی نام‌آشنای موفق فوتبال کشورمون میتونه واقعا حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه تو باشگاه فولاد خوزستان و لیگ هیجان انگیزی رو بسازه برامون، با توجه به اینکه فولاد واقعا تیم پرهواداری هم هست. صحبت‌های محمد حریصی عزیز رو باید بشنویم، خبرنگار فوتبالی در خوزستان که در رابطه با وضعیت باشگاه فولاد برامون ابتدا صحبت کرده و اینکه حالا این باشگاه در فصل پیش رو قرار هست که چه عملکردی داشته باشه و ما میتونیم چه انتظاراتی از فولاد خوزستان داشته باشیم. دعوت می‌کنم شما رو برید صحبت‌های محمد حریصی رو هم بشنوید، برگردیم بازم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین فوتبالی و دوست و همکار عزیزم آقای سجاد اسدی عزیز. در رابطه با نقل و انتقالات دو تیم خوزستانی میخوایم با شما صحبت کنیم، یعنی فولاد خوزستان و استقلال خوزستان. دو تا تیم فصل گذشته اصلا شرایط خوبی رو نداشتن، تا آستانه سقوط پیش رفتن ولی خب توی لیگ برتر موندگار شدن. دو تا تیم در بخش مدیریت و در بخش کادر فنی تغییر و تحولات عظیمی رو داشتن. هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل فولاد خوزستان شد، طبق خواسته هوادارای فولادی در واقع که از فصل گذشته بود، یحیی گل محمدی رو در واقع سرمربی فولاد کرد و توی بازار نقل و انتقالات هم فعالیت نسبتا خوبی رو داشتن. بازیکنان شاخصی رو جذب کردن، از جمله آقای علی نعمتی از پرسپولیس، آقای سرآبادانی هافک توانمند شمس‌آذر قزوین، دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان رو که دیروز هم به تیم ملی دعوت شد جذب کردن، آقای امین قاسمی نژاد رو جذب کردن. نکته که در رابطه با فولاد وجود داره، وجود خارجی هایی بوده که توی فصل گذشته بازی نکردن و طبق قانون جدید سازمان لیگ در واقع فولاد توی جذب بازیکن خارجی ناکامه و نمیتونه بازیکن زیادی رو جذب بکنه. فقط آقای موسی کولیبالی رو نگه داشتن و آقای پریرا که خب انتقادی هم که در واقع به تیم فولاد خوزستان وجود داره اینه که میانگین سنی مهاجماش بسیار بالاست. بازیکنهای جوانی رو هم مثل آقای محمد جواد محمدی رو جذب کردن، آقای سلیمانی رو در واقع از ملوان
جذب کردن و بعد ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. هواداره خوزستانی انتظار بسیار بالایی از فولاد دارن و امیدوارن که با آقای گل محمدی امسال نتیجه بگیره. فولاد خوزستان هم دو تا اردو برگزار کرد، یه اردوی 10 روزه توی تهران برگزار کرد و پس از اون عازم امارات شدن و اونجا هم یک اردوی رو الان که در حال برگزاریه برپا کردن، یه بازی دوستانه هم انجام دادن با شباب الاهلی امارات و باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی برای تیم فولاد خوزستان میفته. خب خیلی ممنونم از محمد حریصی عزیز، ضمن اینکه برخواهیم گشت به محمد حریصی و صحبتش در رابطه با باشگاه استقلال خوزستان رو خواهیم شنید. من حالا یه سری نکته‌ای هم در رابطه با فولاد خوزستان بعد خدمتتون عرض بکنم. اینکه به هر حال این باشگاه داره آماده میشه، اردوی پیشفصل خودش رو در دبی برگزار کرده و اتفاقاً یه بازی هم با تیم شباب الاهلی امارات انجام دادن که سردار آزمون و سعید عزت اللهی هم توی این تیم حضور دارن که اون بازی رو فولاد 1-0 واگذار کرد در حالا اردوی پیشفصل خودش که فکر می‌کنم 3-4 روز پیش این بازی برگزار شد. نکته دیگه‌ای هم که در رابطه با فولاد وجود داره کریستوفر کنت هست، دروازه‌بان تیم فولاد که حالا از طریق باشگاه سپاهان در واقع وارد فوتبال کشورمون شد، بعد به فولاد پیوست و اتفاقا اونجا عملکرد خوبی داشت. هوادارا هم خیلی نظر مثبتی داشتن در زمان حضور این بازیکن تو فولاد نسبت بهش، اما به نظر میرسه که یحیی گل محمدی خیلی تمایلی نداره برای همکاری با کریستوفر و احتمالاً شاید جدایی این دروازه‌بان خواهیم بود. باید در روزهای آینده صبر کنیم و ببینیم که تصمیمات نهایی به چه شکل خواهد بود. گادوین منشا دیگر بازیکن فولاد خوزستان هم است که به نظر میرسه در این تیم حضور نداشته باشه در ادامه فصل و حتی توی اردوی خارجی این تیم هم شرکت نکرده. گادوین منشا هم بازیکنی که چند سال تو فوتبال کشورمون خب حضور داره، عملکردهای سینوسی هم ازش شاهد بودیم، زمانی خیلی خوب بوده، زمانی هم آنچنان عملکرد جالبی نداشته، اما به نظر میرسه که به هر حال یحیی گل محمدی تصمیمش رو در رابطه با او هم مثل کنت گرفته و باید صبر کرد. به هر حال خیلی خبرهای خاصی در رابطه با فولاد خوزستان این روزا شنیده نمیشه، مخصوصا با توجه به اینکه توی اردو هستن. تا شروع لیگ برتر هم زمان زیادی باقی نمونده، 25 مرداد اولین بازی‌های فصل برگزار خواهد شد و تا اون زمان به نظر میرسه که خیلی از اتفاقات، خیلی از تصمیمات نهایی بشن، مشخص بشن تا ببینیم که باشگاه‌های خوب کشورمون به هر حال قرار هست با چه آرایشی در این فصل حضور داشته باشن. اما استقلال خوزستان دیگر تیم هست که میخواییم در رابطه باهاش صحبت بکنیم، تیم فوتبال خیلی خوبی که فصل گذشته در نیم فصل دوم یهو خودش رو پیدا کرد، بازیهای خیلی خوبی به نمایش گذاشت، حتی اون بازیش با پرسپولیس که البته واگذار کردن اون مسابقه رو، اما واقعا سرنوشت قهرمانی رو تغییر داد و به نظرم بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان میتونه به عنوان یه بازی تاریخی تو فوتبال کشورمون ازش یاد بشه. شاید تا سالها دیگه همچین مسابقه‌ای نداشته باشیم با این حجم از جذابیت و هیجانی که توش وجود داشت و بسیار هم تأثیرگذار و مهم بود. در هفته یکی مونده به آخر لیگ فصل گذشته اون مسابقه برگزار شد. استقلال خوزستان هم برای این فصل خودش رو آماده می‌کنه، یه سری حواشی عجیبی هم داشت، یه بازیکن خارجی که می‌خواستن بگیرن و بعد بازیکن خودش استوری گذاشت، استوری پیج باشگاه گذاشت و گفت من نمی‌خوام برم این تیم و اخبار در واقع کذب منتشر کردن. حالا به هر حال اینا مطالب بود که وجود داشت در طی روزهای اخیر در رابطه با باشگاه استقلال خوزستان، اما محمد حریصی عزیز که تخصصش فوتبال استان خوزستان هست زحمت کشیده یه توضیحاتی هم در رابطه با باشگاه استقلال خوزستان داده که دعوت میکنم شما برید و توضیحاتش رو بشنوید. برمیگردیم با شما همراه هستیم. استقلال خوزستان هم مشابه فولاد خوزستان شرایط خوبی رو در واقع فصل گذشته نداشت، ولی خب توی لیگ برتر اونها هم با آقای سیروس پورموسوی موندگار شدن. آقای پورموسوی موفق شده بود تیم استقلال خوزستان رو از لیگ یک به لیگ برتر بیاره و موندگار بکنه، ولی خب استفاده دادن. مدیریت امسال استقلال خوزستان با آقای کیوان بابادی هست، ایشون هم از روز اولی که اومدن به دنبال سرمربی خارجی بودن و به این امر هم دست یافتن. در واقع با آقای میودراک بوژوویچ مونتنگرویی به توافق رسیدن، ایشون الان سرمربی استقلال خوزستان هستن. توی بازار نقل و انتقالات نسبت به فولاد خوزستان کم فروختر بودن، ولی خب موفق به جذب چند تا بازیکن شدن، از جمله کایانای برزیلی. با آقای ساویو روبرتو تمدید کردن از فصل گذشته، مومل عبدالرضا رو گرفتن امسال
و امیدوارن که بهشون کمک بکنه. آیه حسینی بازیکن تراکتور رو گرفتن، البته انتقاد هم هست سر این موضوع که خب 2 تا 3 بازی بیشتر فصل گذشته آیه حسینی برای تراکتور بیشتر بازی نکرده، حالا مورد انتقاد رسانه ها هم این موضوع هست. 2 تا اردو رو استقلال خوزستان برگزار کرده، الان توی تهران هستن و اردوی دومشون هست، اردوی قبلیشون توی شهر کرد بود. باز هم هواداره استقلال خوزستانی که کم هم نیستن امیدوارن استقلال خوزستان نتایج بهتری رو بگیره. من خودم با آقای کیوان بابادی صحبت میکردم، به این سمت پیش میرفتن که شاید حتی بتونن سهمیه آسیا رو برای این تیم و استان خوزستان کسب بکنن. ما در خدمت شما هستیم، امیدواریم که دوتا تیم خوزستانی امسال شرایط ایدئال تری رو نسبت به فصل قبل سپری بکنن و هواداره خوزستانی رو خوشحال کنن. مرسی از شما. در رابطه با استقلال خوزستان محمد عریسی صحبت کرد، ازش متشکریم، ولی حالا یه سری مسئله اضافه تر هم به ذهن خودم میرسه که بهش اشاره بکنم. حالا چند ساعت پیش مدیر عامل استقلال خوزستان هم مصاحبه انجام دادن و گفتن که ظاهرا مدیریت قبلی حدود 50 میلیارد تومان خسارت وارد کرده به این باشگاه، حالا مخصوصا در رابطه با نوتیس دادن به بازیکنانی که توی تیم حضور داشتن، ولی اینکه حالا قراردادشون تمدید بشه یا بمونن، یه سری ماجراهای وجود داشته. مثلا کوین بولی، همون بازیکنی هم که قبل از اینکه صحبت حریسی رو بشنویم در رابطه باش صحبت کردم، بازیکنی بود که باشگاه استقلال خوزستان ظاهرا میگه که ما کارهای ویزاش رو انجام دادیم، آماده کردیم بازیکن رو که بیاد به لیگ و در استقلال خوزستان بازی بکنه. استوری گذاشتن که این بازیکن به استقلال خوزستان پیوست، ولی بعدا این بازیکن خودش استوری باشگاه رو گذاشت روی صفحش و گفت که نه من تکذیب میکنم، این اخبار شایع است. و حالا مدیر استقلال خوزستان هم گفته که ظاهرا در صدد این هستن که از این بازیکن شکایت بکنن. ماجرای عجیبیه، به هر حال باید دید که چه اتفاقی افتاده. مسئولین باشگاه استقلال خوزستان اعتقاد دارن که یه پول اضافه تر، یک قرارداد سنگین تری پیشنهاد شده به این بازیکن که راهی خیبر خرم‌آباد شده. به هر حال مسئولین باشگاه خیبر خرم‌آباد هم گفتن که کوین بولی به ما گفته من اصلا مذاکره‌ای نداشتم با استقلال خوزستان. خیلی ماجرای این بازیکن و احتمالاً مدیر برنامه‌اش و حالا واسط‌هایی که شاید رو معرفی کردن ماجرای عجیبیه و باید دنبال بشه، پیگیری بشه. به هر حال اگر این بازیکن ابتدا با استقلال خوزستان به توافق رسیده بعد اومده حالا رفته خیبر، خب این کار اشتباهیه که خود این بازیکن انجام داده. باید به هر حال جلوگیری بشه از این اتفاقات، اگر مسئله وجود داره بهش پرداخته بشه از لحاظ قضایی. و باشگاه استقلال خوزستان هم حالا ظاهرا یک سری بدهیایی داره مثل خیلی دیگه از باشگاه‌های فوتبال کشورمون، که امیدواریم این مسائل مالی باعث نشه که این تیم خوب که اتفاقا هواداران خودش رو هم داره تو فصل جدید به مشکل بخوره. گفتم خدمتتون فصل گذشته در نیم فصل دوم شاهد عملکرد خارق‌العاده از استقلال خوزستان بودیم که کاملا برگشتن به لیگ و عملکرد خیلی خوبی داشتن. شاید اگر همون عملکرد رو تو این فصل حفظ بکنن میتونن حتی از پایین جدول یه جورای خودشون جدا بکنن و به فکر مثلا رده‌های سوم، چهارم، پنجم باشن. واقعا با تجربه اون بازی که فصل گذشته مخصوصا تو هفته‌های پایانی ازشون شاهد بودیم، به هر حال بعد سب کرد و دید که در رابطه با این باشگاه هم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امروز در رابطه با باشگاه پرسپولیس و استقلال خوزستان صحبت کردیم، دروازه‌بان جدید سرخ‌ها که هوادار خیلی امیدوارم بتونه بدرخشه توی این باشگاه، گفته میشه که حالا ظاهرا بازیکن‌های دیگه‌ای هم زیر نظر آقای درویش هستن و احتمالاً ورودی‌های دیگری هم، حالا حداقل یک ورودی دیگه خواهد داشت باشگاه پرسپولیس. استقلال خوزستان و فولاد خوزستان رو هم که بهشون پرداختیم و در رابطه باشون صحبت کردیم. خیلی متشکر و ممنونم از همه شما عزیزان که با ما همراه بودید در این برنامه. حتما در روزهای آینده در رابطه با باشگاه دیگه هم صحبت خواهیم کرد، به خصوص باشگاه استقلال که همچنان یه سری حواشی در موردش وجود داره و واقعا جا داره که روش مانور داده بشه و صحبت بکنیم تا وضعیت استقلال هم پیگیری بشه. امیدواریم که انشالله این باشگاه هم بتونه نماینده خوبی برای فوتبال کشورمون به خصوص در لیگ نخبگان آسیا باشه. خیلی متشکرم مجددا که با ما همراه بودید. این برنامه نقل و انتقالات فوتبالی بود، از شنبه تا چهارشنبه حتما همراه شما خواهیم بود حوالی ظهر و صحبت میکنیم در رابطه با نقل و انتقالات و پنجره پیش فصل لیگ برتر فوتبال کشور. تا برنامه بعدی انشالله فردا اگر زنده بودیم در خدمت شما خواهیم بود. مراقب سلامتتون باشید. مخلصیم. فعلاً.